همراهان از کلیپ شو سلام، امیدواریم سرحال و سلامت باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های فاز مثبت همراه شما هستیم تا اوقات شاد و مفیدی رو برای شما فراهم کنیم. در این برنامه می‌خوایم به تأثیر نام افراد بر سرنوشت اجتماعی و روابط عاطفی اونها بپردازیم. لطفاً تا انتها با ما همراه باشید. دوست دارید شنیدن نامتون چه حسی رو در دیگری برانگیزه؟ شنیدن چه نام‌هایی براتون لذت بخشه؟ نام‌ها بازتاب دهنده فرهنگ‌های گوناگونن که از تبعیض و تغییر تا عشق و زیبایی رو در خودشون جای دادن. تصور این که موجودی نام نداشته باشه بسیار دشواره. مبادله نام میون آدمیان گام نخست برای ایجاد یک رابطه ی انسانی یا گسترش هر گونه پیوند اجتماعیه. کما اینکه چه در آغاز پیوند عاشقانه و چه برای داوطلب شدن برای انجام کاری، باید نامی رو برای کسی یا کاری گره زد و نامزد شد. نام عنصریه که فراگیر شدنش موجب شهرته و بیش از حد محدود شدنش باعث گمنامی. قضاوت اینه که مردم ها درباره نام رو خوشنامی و نقطه مقابلش رو بدنامی میخونن. نه فقط انسان ها، بلکه هر موجودی بدون داشتن یک نام معین به یافتن یک هویت مستقل ناکام میمونه. هویتی که باعث شناخت میشه. نام هر فردی به مرور زمان و در پیوند با دیگر افراد جامعه، علاوه بر تداعی یک هویت ظاهری، حامل یک هویت عمیق غیر ظاهری برای مخاطباست که در پی تداوم روابط به مرور شکل کاملتری به خودش میگیره. بنابراین هر نام به مرور زمان مجموعی از خاطرات و تأثیرات رو در ذهن و ضمیر دیگران به جا میذاره که خواستگاه اصلی بسیاری از قضاوت‌ها یا تمایلات متقابل افراد به یکدیگر تلقی میشه. عشق و صمیمیت، خشم و نفرت یا هر نوع واکنش رفتاری دیگه. اینو تصورات و بازتابای اون که با شنیدن نام دیگران در زمین افراد تداعی میشه، علاوه بر اون که عنصر اصلی تمایز افراد از یکدیگره، تا جایی ادامه پیدا میکنه نقش کارکردی آن در روابط اجتماعی به مرور از شکل ظاهری فرد هم فراتر میره و تاثیر پایدارتری رو به جا میذاره. تصوراتی که کلید واژه ورود به اون نام افراده. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، دکمه سابسکریپشن رو فشار بدید تا شما رو ببره به کانال کلیپ شو که میتونین اونجا صدها ویدئوی مفید ببینین و اگه گزینه یه نوتیفیکیشن رو فعال کنین از اولین افرادی خواهید بود که در طول روز ویدئوهای ما رو میبینید. نام ابزاری فراتر از شناخت ظاهری. دکتر ناصر فکوهی، انسانشناس، در مقاله نام‌ها و فرهنگ‌ها می‌نویسه نام‌ها یکی از پراهمیت‌ترین ابزارهایی هستند که ما برای تحلیل فرهنگ‌ها در دست داریم. فاصله میان مفهوم ایدئولوژیک، هژمونیک و تعریف عمومی یک نام در یک نظام اجتماعی همگی از مواردی هستند که باید به آنها توجه کرد. هرچند نام‌ها بنابر نظریه‌هایی که بیشترین اجماع درباره آنها وجود دارد، صرفاً ابزارهای قراردادی در زبان‌ها هستند تا بتوان دستگاه نمادساز زبان را کارا کرد، اما در عمل به دلیل درونی شدن در نظام ذهنی بسیار فراتر از این قرارداد رفتند. هر نامی علاوه بر داشتن معنای معین یک کلمه، بار معنای خاصی رو در ارتباط با یک شخص به خصوص با خودش حمل میکنه. یعنی نام علاوه بر اطلاق به یک فرد، در طول زمان معرف شخصیت همون فرد هم تلقی میشه که واکنش‌های متفاوتی رو در ذهن طرف مقابلش ایجاد میکنه. از این رو میشه اسامی رو کلماتی فرض کرد که مجموعی از خاطرات و تصورات رو با خودشون جابجا میکنن. اسامی دخترانه، تابوها و تبعیضها. نوع کاربرد اسامی در یک جامعه تا حدودی معرف شخصیت فرهنگ عمومی همون جامعه است. یعنی آینه تمایلات فکری و مناسبات اجتماعی دست کم بخشی از لایه‌های اجتماعی محسوب میشه. آقا محسن، من بیرون کنار ماشین منتظرم، زود بیا. این جمله تو هم با فریاد مردی است که با همسر و فرزند 2 سالش به یک جشن عروسی دعوت شدند. او میخواهد به همسرش که در قسمت زنانه تالار پذیرایی مشغول شادی است یادآوری کند که وقت رفتن است و او در خیابان منتظرش است. وقتی با تعجب از او میپرسم چرا به همسرش میگوید آقا محسن، پاسخ میدهد محسن اسم پسر منه. عیال هم میدونه که منظورم چیه. چرا برخی از مردان در فضاهای عمومی حاضر به بردن نام همسرشان نیستند و از آنها با عناوین مانند عیال، خانواده، منزل یا هر لقب غیر مستقل دیگه یاد میکنند؟ بسیاری از کارشناسان علت این رفتار را مالکانه و ناموسی دانستن تمام هویت زنانه ی همسر، دختر یا مادر و خواهران از سوی برخی مردان سنتی و مذهبی میدونند.
در فرهنگ‌های لغت، ناموس از مفاهیم ورزشی مردسالارانه در نظام اخلاقی کشور اسلامی از جمله ایران به شمار میره که در ردیف کلماتی مانند شرف و عصمت و آبرو قرار میگیره. باور داشتن به ناموس در بین برخی گروه‌های اجتماعی مردان رو وامی داره که مسئله حریم خانوادگی خودشون رو تا اونجا تعمیم بدن که نام بردن از همسرشون در فضای عمومی رو نوعی شکست حریم خانوادگی تلقی کنن. رفتار همزمانی که محدودیت‌های زیاد دیگه‌ای به زنان تحمیل می‌کنه و گاهی تخطی یک مرد از این راه و رسم می‌تونه سرزنش سایر مردای همون طبقه اجتماعی رو در پی داشته باشه. البته تبعیض‌های جنسیتی محدود به ناموسی دیدن حقوق زنان نیست، زیرا اگرچه با توسعه نسبی شرایط اجتماعی از شدت ناگوار بودن دختردار شدن به جای آوردن پسر کاکلزری که بتونه نام نیاکان خودش رو زنده نگه داره کاسته شده، اما همچنان در برخی از مناطق جهان از جمله ایران ترجیح بعضی والدین به داشتن فرزند پسر را نمیشه نادیده گرفت. تا اونجایی که همچنان شاهد نامگذاری‌های مانند بسی، دختر بس یا معادل آن مثل قزبس و گلبس و کفایت برای دخترهایی هستیم که خانواده از تولد اونها ناخرسندن. چنین روی کرده تبعیض‌آمیزی البته در شماری از کشورهای خاورمیانه، آفریقا و شرق آسیا نیز به شکلهای نسبتاً مشابهی دیده میشه. مثلا گزارشان یه مؤسسه یکشنایید نشون میده که سالانه به شمار آزمایش سونوگرافی برای تعیین جنسیت جنین و سخت کردن دخترها در هند افزوده میشه. طبق آمار مجله پزشکی لانست چاپ لندن در 2 دهه گذشته، بیش از 20 میلیون زن هندی جنین خودشون رو صرفاً به دلیل دختر بودن سخت کردن یا بعد از تولد نوزاد به دلیل عدم توجه عمدی به مسائل بهداشتی یا غذایی موجبات مرگ اونها رو فراهم ساختن. در همین حال دخترایی که از این مرحله به سلامت میگذرن با مشکلات متعدد دیگه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنن که از اون جمله اسامی تحقیرآمیزیه که روی برخی از اونها گذاشته میشه. این نوع اسامی نه تنها امکان معاشرت‌های عشقی و عاطفی رو از دخترها می‌گیرن، بلکه در تمام طول زندگی شرایط ناگواری برای اونها فراهم می‌کنن. چند پیش در منطقه ساتارا در شهر مهاراشترا در هند 285 دختر جوان اجازه پیدا کردند اسامی مورد علاقه خودشون رو برگزینند و شناسنامه‌های جدیدی دریافت کنند. این دخترها همه ناکوزا یا ناکوشی نامیده می‌شدند که به زبان هندی ناخواسته معنی می‌داد. در این جشن رهایی از نام‌های تغییرآمیز، تعدادی از این دخترها اسامی هنرپیشه‌های معروف بالیوود رو برای خودشون برگزیدند و برخی دیگه اسامی سنتی و زیبای هندی مانند وایشالی که مترادف زیبا یا خوب است رو انتخاب کردند. طی سال‌های اخیر جنبش دخترای هندی برای رهایی از اسامی تغییرآمیز و تحمیلی که تأثیر مستقیمی بر موقعیت اجتماعی اونا می‌ذاره، رشد پیدا کرده. تأثیر نام بر روابط عاطفی و عاشقانه. همونطور که قبل اشاره شد، نام هر فرد کلید واژه‌ای که علاوه بر اشاره به یک فرد خاص، هویت و شخصیت فرد رو نشون میده و ناخواسته ما رو به آرشیوی از اطلاعات انباشته شده و تحلیل و قضاوت‌های ما درباره اون شخص هدایت میکنه. در حقیقت تمامی تصورات ما از یک فرد آشنا بلافاصله پس از شنیدن نام اون در ضمیرمون تجلی پیدا میکنه، بی اون که نیازی به دیدن اون داشته باشیم. همچنین به دلیل تأثیر مستقیم حس و تصورات انسان بر فعل و انفعالات شیمیایی بدن و همچنین واکنش های ارادی و غیر ارادی رفتاری، نام جایگاه مهمی رو در چگونگی مبدل ساختن این تصورات به انواع واکنش های رفتاری به خودش اختصاص میده. هر موقع نامی رو میشنویم اما نسبت به صاحب اون شناختی نداریم، ذهن به طور خودکار مناسب ترین واکنش رو پیدا میکنه، واکنشی که سوابق ذهنی و کاراکتر فرد شنونده در شکل گیری اون نقش به سزایی داره. تحقیقات پژوهشگرای دانشگاه نورس وستر نشون میده که انتخاب اسم بسیار مهمتر از اون چیزیه که تاکنون تصور میشد و شاید به همین دلیله که کتابای اسم نزد مردم از محبوبیت بالایی برخوردارن. به گفته این محققا داشتن یک اسم زیبا و خوش آهنگ نه تنها احساس اطمینان فرد به خودش رو افزایش میده، بلکه موجب میشه دیگران به طور مثبت‌تری به فرد نگاه کنن. سرپرست این تیم پژوهشی میگه اینکه افراد چه کار میکنن و چه فکر میکنن اهمیت چندانی ندارد. در واقع مغز انسان به محض شنیدن اسمی که تلفظ میشه پاس‌هایی رو ارسال و دریافت کرده و با توجه به اسم فرد درباره وی قضاوت میکنن، زیرا نامی که ما رو به اون صدا میزنن یک نماد و یک آینه است. در واقع اسم همچون یک کارت ویزیت عمل میکنه که معرف و بیانگر شخصیت درونی ماه. آوا و معنایی که یک اسم داره میتونه به طور مستقیم روی رفتار و قضاوت دیگران نسبت به ما تأثیر بذاره. آهنگ و معنای اسم فرد حتی روی تولید هورمون‌های اکسیتوسین، دوپامین و اندورفین نیز تأثیر میذاره.
جالب توجه این که هورمون های مورد اشاره در این پژوهش علمی رابطه مستقیمی با فعالیت های جسمی و جنسی دارند. اکسیتوسین که از اون به عنوان هورمون عشق هم نام میبرن، توسط غده هیپوفیز ترشح میشه و به طور کلی در رشد رفتارهای اجتماعی و واکنش های فردی و کنترل استراب نقش کلیدی داره. تقویت اعتماد به نفس، جلب اطمینان، فداکاری، خطرپذیری، مهربونی و تقویت روابط عاطفی و عاشقانه و تمایلات جنسی از جمله مزیت های ترشح این هورمونه. جالب اون که شنیدن نام یا صدای فرد مورد علاقه، یادآوری خاطرات شیرین و حتی یک نگاه مهربان از راه های ترشح این هورمون در بدنه. دوپامین هم نوعی پیام رسان عصبیه که ارتباط اون با اجتماعی بودن بسیار شناخته شده است. بنابر نتایج یک مطالعه جدید، ارتباط مستقیمی بین اعتماد به نفس و موقعیت اجتماعی افراد و میزان چسبندگی گیرنده های دوپامین وجود داره. اندورفین یا مسکن طبیعی بدن نیز ماده‌ای که با کاهش استراب درد رو تسکین میده و آرامش بخشه. این ماده هنگام فعالیت بدنی، هیجان، احساس عشق و هنگام رسیدن به اوج لذت جنسی تولید میشه. آگاهی و مقاومت در برابر تبعیض‌های جنسی. بسیاری از مردم در جوامع مختلف به مرور زمان به اهمیت کارکرد و نقش نام در ایجاد پیوندهای اجتماعی پی بردن و تأثیرات کاربردی اون رو در روابط خصوصی و عمومی خودشون تجربه کردن. به همین دلیل اغلب افراد علاقه دارن نام اونها تداعی کننده بهترین واکنش‌ها در ذهن مخاطبان باشه. در نظر داشتن جوانب گوناگون برای تغییر نام خودشون یا استفاده از اسامی مستعار یا صرف وقت فراوون برای برگزیدن نام فرزندان نکته رو اثبات می‌کنه. از سوی دیگه در بعضی جوامع سنتی، آگاهی از جذابیت نام باعث میشه نوعی مقاومت منفی به خصوص در نامگذاری دختران صورت بپذیره. به عبارت دیگه شرایط اجتماعی به ویژه هنگامی که رگه‌های تعصب و تبعیض‌های جنسیتی آشکاری در اون دیده میشه، خانواده‌ها رو وامی داره که در نامگذاری فرزندان خودشون حساسیت خاصی داشته باشن و به تبعات این نام‌ها اهمیت بدن. در جوامع مردسالار که زنان باید محدودیت‌های فرهنگی، مذهبی و قومی رو تحمل کنن، تحمیل نام‌هایی که کمترین زیبایی ممکن رو به مخاطب منتقل کنه در کنار محدودیت‌هایی مثل منع شدن از هر گونه مراوده دوستانه با مردان، استفاده جبری از حجاب و حتی در برخی مناطق ختنه کردن دخترها برای سرکوب نیازهای جنسی و عاطفی، فاصل تبعیض جنسیتی علیه اونها رو تکمیل می‌کنه. البته توسعه آگاهی عمومی و گسترش تلاش سازمان یافته برای برابر ساختن حقوق زن و مردا، چشم‌انداز روشن‌تری رو در برابر دیدگان ما قرار میده. خب، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های فاز مثبت رسیدیم. تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. امیدواریم از دیدنش لذت برده باشید و براتون جالب و سودمند باشه. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاداتتون رو راجع به این ویدیو بنویسید و برای اینکه بتونیم برنامه‌های بهتری برای شما تهیه کنیم، ما رو سابسکرایب کنید و کلیپ شو رو برای دوستانتون معرفی کنید. پاینده باشید.